برای علاقمندان به موسیقی سمفونیک ایرانی دیشب لندن جای خوبی بود. گروهی از آهنگسازان سرشناس ایران مثل لوریس چکنواریان و مهران روحانی اینجا بودند تا شاهد اجرای آثارشان توسط نوازندگان غیر ایرانی باشند. علیرضا میرسدالله از این اجرا گزارش می‌دهد. شب گذشته سالن کدوگان هال لندن میزبان موسیقی سمفونیک ایرانی بود و قطعاتی از سرشناس‌ترین آهنگسازان معاصر ایران اینجا اجرا شد. یه گلچینی از آهنگسازان مختلف ایران است و امروز من خیلی خوشحالم که از نزدیک با دوستای خودم در این برنامه شرکت میکنم. آقای روحانی با اثر خودش، آقای والی و آقای دهلوی، استاد دهلوی با بیژن منیجش و واقعا باعث خوشحالی و افتخار من است که آقای احسان جوان، آهنگساز جوان ایرانی که برای اولین بار اینجا اثرشون اجرا میشه، واقعا یک گلچین فوق‌العاده است و امیدوارم که همچین برنامه‌هایی که الان در انگلستان در لندن اجرا میشه بتونیم این نوع برنامه‌ها رو در ایران و جاهای سایر کشورهای دنیا اجرا کنیم و نشون بدیم هنر و فرهنگ و آهنگسازهای ایرانی رو. من کار آقای والی، پرشن فورک سانگای آقای والی رو میخونم. اولین موومان کار عزیزم گل نازم، موومان دوم یک گل سایه چمنه که البته ما با یک ملودی دیگه میشناسیمش که آقای والی یک ملودی کردی روش گذاشتن، و کار آخرم که میخوام برم کوهیه که دیگه همه راجبش میدونیم و میشناسیم ملودیشو. رهبر ارکستر دیشب اسپنسر دان بود که به همراه گروه داکلند سیمفونیا این آثار را ارائه می کرد. انتخاب آثار و به جریان انداختن این پروژه و اجرایی کردن آن حاصل 2 سال کار نیسان روحانی نوازنده پیانو بود. قطعات رو بر اساس اون شناختی که خودم داشتم از این سری از قطعات آهنگساز ایرانی، اکثر خیلی از این آهنگسازا رو خب من شخصا هم میشناسمشون و خب قطعاتشون هم طبعا آشنا هستم. این مقدار اون فاکتور خیلی مهمی بود برای من که به هر حال میشناختم. بعدم خب به هر حال آهنگساز نامی ایران هستن یا آهنگساز مطرح هستن، فکر کرده بودم که به هر حال بار اولی که داریم این کارو انجام میدیم خیلی بهتر هست که آهنگسازی باشه که به هر حال مطرح هم میشناسن، همه میدونن. با اینکه استقبال نسبتاً خوبی از برنامه دیشب شده بود ولی سالن به طور کامل پر نبود و به نظر می‌رسید برای شناساندن موسیقی کلاسیک ایرانی به مخاطب باید تلاش بیشتری کرد و از این برنامه‌ها بیشتر گذاشت. علیرضا میرسدالله، BBC. نسخه کامل این گزارش رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب هم ببینید. ممنونم از همراهی شما با این برنامه خبری.